محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر واشنگتن با ما همراه شدن. آقای قائدی، همزمان با افزایش تلفات نظامیان اسرائیلی در جریان عملیات زمینی در غزه، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته هزینه جنگ سنگینه اما چاره‌ای جز ادامه اون نیست. به نظر شما چقدر افزایش تلفات نظامیان اسرائیل در غزه میتونه منجر به کاهش حمایت عمومی در اسرائیل بشه از ادامه جنگ؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. من چون معمولاً افکار عمومی اسرائیل رو که به شکل نظرسنجی در موردش مطالعاتی انجام میشه دنبال میکنم، در این خصوص آخرین مطالعه‌ای که انجام شده در هولوش یک ماه قبل و با توجه به تلفات اسرائیل که در اون زمان پایین‌تر بوده و امید بیشتری به آزادی گروگان‌ها بوده، یه چیزی هولوش 40% اسرائیلی‌ها در اون زمان اعلام کردن که تمایل ندارن که جنگ متوقف بشه، اما تمایل به مذاکرات یا ادامه مذاکرات برای آزادسازی گروگان ها دارن. اما بر چند مبنای دیگه من میتونم حدس بزنم که در آینده نزدیک این نظرات شاید به سمت این بره که بیشتر به سمت توقف جنگ بره. یکی این که یک نظرسنجی هولوش 15 روز پیش انجام شد، ما تو نظرسنجی میبینیم که حزب وحدت ملی آقای بنی گانتس شانس بهتری در انتخابات داره برای پیروزی نسبت به حزب لیکود، و اگر اینجور باشه نشون میده که بیشتر افکار عمومی اسرائیل به سمت مرکز داره گرایش پیدا میکنه به جای راست. و اختلافات درونی نخبگان اسرائیلی رو هم اگر ببینید، مثلا مصاحبه که آقای ایهود اولمرت چند وقت پیش با یکی از نشریات اسرائیلی داشت، نشون میده که راه حل‌های میانه بیشتر مطلوب اسرائیلی‌ها در این شرایط داره قرار میگیره. خب آقای قائدی، همزمان گفته میشه که اسرائیل به جای کشتن رهبران حماس در حال بررسی دیپورت اونها به کشور دیگه مثل قطر هست. آیا این میتونه زمین ساز پایان جنگ و آزادی تمام گروگان‌های اسرائیلی بشه؟ خب این موضوع بسیار جالبیه که البته سابقه تاریخی هم داره. یعنی اگر که مثلا نگاه کنیم در دهه 70 مثلا یاسر عرفات و سازمان فتح در اردن مستقر بودن، در اونجا با نیروهای نظامی اردن درگیر میشن، ما سپتامبر سیاه رو در اردن داریم و بعدش نیروهای یاسر عرفات اخراج میشن و خود یاسر عرفات به مصر میره، یک بخشی از سازمان فتح به سوریه، یک بخش بزرگیش به لبنان و یک بخشیش به مصر اخراج میشه. بعد یک سابقه تاریخی دیگه هم داریم در لبنان که نیروهای باز یاسر عرفات، فتح، نیروهای فلسطینی از اونجا هم اخراج میشن بعد از ورود در جنگ داخلی لبنان و به تونس میرن. بنابراین این سابقه تاریخی وجود داره، اما من مطمئن نیستم که چقدر نیروهای حماس الان اراده رو داشته باشن یا رهبران حماس که این رو بپذیرن، با توجه به اینکه دارن بالاخره به نیروهای اسرائیلی ضربه میزنن. در روز شنبه 10 سرباز اسرائیلی کشته شده و از طرف دیگه من مطمئن نیستم که آقای نتانیاهو هم در این زمان آماده این باشه که جنگ رو متوقف کنه، گرچه با آزادی گروگان‌ها در قبال این اخراج ممکنه که موافقت کنه، اما موافقت با پایان جنگ با توجه به اینکه در نقطه مهمی هست، یعنی به سمت جنوب غزه دارن میرن، من بعید میدونم که این آمادگی وجود داشته باشه که جنگ در این مرحله بخواد متوقف بشه. بسیار متشکرم از شما، محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما همراه بودید.